قسمت آخر بررسی پرورز ما در مورد عمق رنگه، چون اگر بیان اینجا سیکونس ستینگ رو بزنین و توی قسمت ویدیو پروسسینگ برید، یه عنوانی رو اینجا میبینید به اسم Render 10 Bit Material که عموماً توی کودک های دیگه خاموشه. به طور مثال من اگه اینجا بیام به جای پرورز پال دیوی رو انتخاب بکنم، شما میبینید که اصلا عنوان 10 بیت خاموش میشه، چون خود کودک پال اصلا پال دیوی نمیتونه 10 بیت رو ساپورت بکنه و اون حجم از رنگ رو به شما نمایش بده. 10 بیت و 8 بیت اصولا برای زمانی که شما میخواهید رنگ هاتون رو دقیق تر ببینید توی تایملاین فاینال کات. اما اگر دوربین شما تصویری که گرفته 8 بیت باشه، گذاشتن این گزینه روی 10 بیت فقط فشار زیاد و بیهوده آوردن به سیستمتونه. البته این فشار خیلی خیلی زیاد نیست، یعنی منظور من اینجوری نیستش که یهو مثلا ممکن سی پی یو تون داغ بکنه یا هر چیزی، ولی در هر صورت توان بیشتری از سیستم نیاز داره و میکشه. به طور مثال ما اینجا با دوربین سونی 733 HD فیلم برداری کردیم و این دوربین فقط 8 بیت رو ساپورت میکنه، به خاطر همین اصلا نیازی نیستش که روی 10 بیت بذاریم. ولی اگر شما دوربین رد داشتین یا به طور مثال دوربین های دیگه که 10 بیت رو ساپورت میکنن، میتونن گستره رنگ 10 بیت یا بالاتر بگیرن مثل رد که 12 بیته، میتونید این گزینه رو فعال بکنید و رنگ هاتون رو توی تایملاینتون دقیق تر ببینید. اگر نگاتیو اسکن شده هم داشته باشید و براتون با 10 بیت اسکن کرده باشن، هم باز این گزینه میتونه به کمکتون بیاد.